آماده میشیم که قسمت بعدی کنفرانس رو آغاز کنیم و این قسمت تحت عنوان چالش‌های زنان هستش و سه تا سخنران داریم. ما با خانم دکتر فاطمه حقیقتجو شروع می‌کنیم. متأسفانه نتونستیم تصویر ایشون رو داشته باشیم. ایشون از بوستون با ما تماس می‌گیرن و ما فقط آدیوشون رو خواهیم داشت. از این بابت خیلی متأسفیم. من هم بسیار خوشحالم که به این جمع دعوت شدم که نظراتم رو در میون بگذارم. گرچه متأسفم که در واقع مشکلات فنی وجود داره. عنوان سخنرانی من زنان عامل تغییر در ایران هست و در واقع دلم میخواد این سخنرانی رو با طرح داستان مربوط به سریال روزی روزگاری شروع بکنم که کسایی که این سریال رو مشاهده کردن احتمالاً یادشون هست که قهرمان اصلی این داستان خانومی هست که در واقع یکی از خاندان مهم در روستای زندگیش هست. اسم این خانوم در فیلم خاله لیلاست و گرچه شوهرش رو راهزنان میکشن، اما این خاله لیلا راهزنی که زخمی شده بود رو به نام مراد میاره درمان میکنه و او که مراد که زندگیش رو از راه دزدی میگذرونده سر به راه میکنه و در واقع این خاله لیلا نقش اصلی رو در بهبود وضعیت روستای خودش داره. این رو از این جهت به این سریال روزی روزگاری اشاره کردم که در واقع من فکر میکنم که نقش زنان ایرانی در طول تاریخ چنین بوده که چه در سطح کوچک چه در سطح بزرگتر زنان ایرانی تلاش داشتن تغییرات مهمی رو متناسب با شرایط زمانشون ایجاد بکنن. به شکل مدرن‌ترش ما زنان دوره قاجار رو می‌بینیم که همزمان با انقلاب مشروطیت به طرح مطالبات خودشون می‌پردازن که یکی از اون مطالبات هم مطالبات آموزشی است و امروز می‌بینیم که در واقع این مطالبه‌ای که اون موقع زنان مطرح کردن امروز به ثمر نشسته و زنان ایرانی از سطح آموزشی بسیار بالایی برخوردار هستند. برای که بهتر به نقش زنان در تغییرات اجتماعی سیاسی امروز بپردازیم، لازم هست که به چند نکته دموگرافیک و جامعه شناسی توجه بکنیم. همطور که میدونید طبق نظرسنجی 1390 سطح سواد ایرانیان به بالای 93% رسیده و خب این بسیار قابل توجه هست. همزمان با این ما رشد شهرنشینی رو می‌بینیم که رشد شهرنشینی به بالای 71% رسیده. این دو مسئله کلی افزایش سطح سواد و رشد شهرنشینی باعث شده که در واقع الگوهای زندگی به طور کلی تغییر بکنه، اما به طور ویژه در خصوص زنان ما این تغییرات رو در سطح عمومی‌تر و کلی‌تر می‌بینیم. این دو تغییر اساسی افزایش سطح سواد و سطح شهرنشینی به همراه بعضی از سیاست‌های کلی در دهه دوم و سوم انقلاب زمینه تغییر الگوهای زندگی و انتظارات رو در زنان نتیجه داده. گرچه از ابتدای انقلاب به این ور ما شاهد تعداد قابل توجهی از سیاست‌ها و قوانین غلط تبعیض جنسیتی هستیم، اما یکی از اون مهمترین سیاست‌ها سیاست سوادآموزی و ارتقای دانش هست که تبلیغات بسیار زیادی هم به عمل اومد و سیاست‌ها در این حوزه موفق بوده و
آموزش رایگان کمک کرده که این سیاست سیاست موفقی باشه و در این خصوص رشد زنان هم قابل توجه بوده. علاوه بر سیاست آموزشی در کشور، میدونیم که در اوایل انقلاب تبلیغات بسیار زیادی در خصوص رشد جمعیت در سالهای اولیه انقلاب شد که منجر به یک انفجار جمعیتی، مشکلات عدیده جمعیت کشور شد، فراهم کردن امکانات بسیار عجل فضاهای آموزشی مشکلات بسیار زیادی رو فراهم کرد، مشکلات بهداشتی بسیار زیادی رو فراهم کرد که با مدیریت دکتر علیرضا مرندی وزیر وقت بهداشت و درمان سیاست کنترل جمعیت تبدیل به سیاست ثابت دهه دوم و سوم شد. خب اهمیت مسئله سیاست کنترل جمعیت رو شاید ماهایی که امروز در آمریکا زندگی میکنیم و میبینیم که در سال 2012 دولت اوباما مشکلاتی رو در خصوص ارائه راهی لایحه مربوط به استفاده از خدمات بیمه درمانی برای زنانی که میخوان از وسایل کنترل جمعیت استفاده کنند دیدیم که مشکلات خاص خودشون رو داشتن، ولی در هر صورت این سیاست کنترل جمعیتی که در ایران اعمال شد باعث شد که در جامعه ما که زنان مسئول بچه داری و تربیت فرزند هستند این نیرو با این سیاست به طور نسبی آزاد شد و زنان که امکانات محدودی در اختیار داشتند این شرایط باعث شد که به سطح ارتقای آموزش خودشون بپردازند. طبیعی که در این شرایط اجتماعی هم تأثیر نبوده، آموزش رایگان قابل توجهی در کشور وجود داشت، از شرایط دیگه شعبه های فراگیر دانشگاه آزاد و پیام نور دسترسی به آموزش برای زنان رو سهل الوصول نمود و همچنین جامعه ما که جامعه نسبتاً سنتی از مردان انتظار میره که نانآور خانواده باشن نه دختران، در مقطعی مشاهده شد که استفاده از فرصت آموزش عالی و ورود به بازار کار و در واقع ورود به بازار کار و تشکیل خانواده برای مردان رو به تأخیر مینداخت و همین دلیل در واقع خیلی رغبتی در این زمینه نشون نمیدادن و این چنین بود که علاوه بر تلاش‌هایی که خود زنان انجام داد باعث شد که زنان روی رغبت رو در آموزش عالی نسبت به مردان بروبویند و رشد قابل توجهی رو از این حیث داشته که رشد درصد آموزش عالی زنان 18% هست و این نسبت به مردان کمی در واقع بیشتر هست. علاوه بر این دو تا سیاست کلی در حوزه آموزش و در حوزه تنظیم خانواده شرایط تحولات سیاسی هم به کمک زنان اومد. آقای خاتمی اولین رئیس جمهور پس از انقلاب بود که بخشی از مطالبات جامعه زنان رو در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خودش مطرح نمود و یک بار زنان و مطالبات زنان به عنوان عنصر مهم بازیگر در عرصه رقابت‌های سیاسی نقش اساسی رو بازی کرد و بنابراین زنان و جوانان دو نیروی مهم فرستادن آقای خاتمی به کاخ پاستور شدند. البته در سطح بسیار کوچکتر در انتخابات تهران ما شاهد مثال دیگه بودیم که در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی خانم فائزه هاشمی اولین زنی بود که رتبه اول شهر تهران رو به دست آورد، گرچه به عنوان نفر دوم اعلام شد
اما در واقع دلیل اصلی پیروزی چشمگیر خانم فائزه هاشمی خیلی ساده بود و اون طرح مطالبات جامعه زنان. عنوان نمونه فائزه هاشمی سخن از دوچرخه سواری دختران به میون رو بود و اینکه خودش هم دوچرخه سواری میکنه. شاید این مسئله رو که امروز من مطرح میکنم و در جمع حاضرین در این نشست زنان نسل دوم بزرگ شده در آمریکا وجود داشته باشه براشون تعجب آور باشه که این چه مطالبه ای بوده، ولی در واقع اگر به واقعیت های اجتماعی جامعه ایران نگاه بکنیم، حتی اینکه یک کسی میاد مطرح میکنه دوچرخه سواری برای دختران، این اشتیاق و کمک بسیار زیادی رو فراهم میکنه که بفرستن یه فردی رو با این مطالبات به مردم بفرستن به مجلس. و ما دقیقا این محدودیت های شدید اجتماعی علیه زنان رو میتونیم به خوبی در فیلم روزی که من زن شدم با کارگردانی خانم مرزی مشکینی ببینیم که به خوبی اتفاقا همین بحث یک سکانس فیلم مربوط به دوچرخه سواری و مسابقه دوچرخه سواری است. علاوه بر این که زنان به تدریج با رأیشون در انتخاب یک کاندیدا نسبت به کاندیدای دیگه تاثیرگذاری خودشون رو نشون دادن، آقای خاتمی هم در افزایش اعتماد به نفس زنان تاثیر بسزایی داشت و زمینه طرح مطالبات زنان رو به شکل مناسبتر و بهتری رو فراهم کرد. و همین دلیل هم پس می‌بینیم که در دوره‌ای که وی حاکم هست، رشد سازمان‌های غیر دولتی زنان نان گورنمنتال اورگانایزیشن، یا اینکه تو آمریکا می‌گیم نان پرافیت اورگانایزیشن، 300 بار افزایش پیدا کرد و مرکز مشارکت امور زنان برای افزایش مشارکت همه جامعه زنان هم ایجاد شد. در این دوره هست که می‌بینیم علارغم اینکه مشکلات بسیار زیادی در پیش روی زنان وجود داشته، با تمام سختی‌ها زنان فعال در حوزه مدنی دست و پنجه نرم می‌کنند و هنوز که هنوز بسیاری از این سازمان‌ها، تشکل‌ها و وبسایت‌ها مثل مدرسه فمینیستی با تمام سختی‌هایی که دارن پابرجاست و به کار خودشون ادامه می‌کنه. این رشد آموزشی زنان و شرایط مناسب‌تر در دوره اصلاحات باعث شد وقتی که آقای خاتمی اعلام کرد که قانون شوراها رو می‌خواد اجرایی بکنه، درصد حضور زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار خیره کننده بود و همین دلیل هم منجر به پیروزی قابل توجه زنان در شوراهای سراسر کشور شد. و خیلی جالبه که بسیاری از زنان در شهرهای کوچیک رأی اول شهرشون رو آوردن. مثلا در شهر زاهدان من با یه خانمی آشنا شدم که رتبه اول شورای شهر رو به دست آورده بود و بسیار هم مؤثر بود. بدین ترتیب زنان حضور گسترده تری در سراسر کشور در امورات محلی داشتن و بعضی از اولین ها، یعنی اولین زنان پس از انقلاب در این دوره چک کرد. من تمرکزم بیشتر روی این دوره است. طبیعی است که دوره های قبل هم پیشرفت های بسیار زیادی بوده، ولی موضوع سخنرانی من نیست و در واقع بیشتر از یک سخنرانی جا داره که آدم به این تحولات بپردازه. در این دور است که ما مثلا میبینیم اولین معاون رئیس جمهوری که خانم ابتکار اولین شهردار شهر، اون هم در جایی مثل زاهدان، نه در تهران. در تهران هم البته شهردار زن داشتیم، ولی زاهدان با توجه به اینکه
از زمینه‌های پدرسالارانه بسیار بیشتر و شدیدتر در شهر زاهران و شهرهای اطراف بود. خب انتخاب یک زن به عنوان شهردار شهر که اتفاقا بسیار هم این خانم موفق بود و من هم مفتخر شدم که ملاقات کنم این خانم رو، خیلی جالب توجه است. یا مثلا می‌بینید در شهری مثل اهواز که ترکیب جمعیتی عربش بسیار زیاد هست و گرایش های سنتی تر و پدر سالاران تر هم در میان اعراب بیشتر هست، اما می‌بینیم اولین مدیر کل زن در اونجا به مدیریت میرسه یا اولین معاونین وزرا در این دوره شکل میگیره، اولین مدیر کل نساجی، اولین مدیر کل شرکت ساختمانی در صنایع مشهد. مثلا جالب توجه است که من مثالی ذکر کنم که زمانی که من تعدادی از وزرای دولت رو در خصوص مطالبات زنان به مجلس فراخوندم، یکی از این وزرا وزیر صنایع بود که برخلاف بعدش که بنا بود در واقع به حمایت از زنان در دستگاهش بپردازه، حتی در کمیسیون که وزیر اومده بود توضیحات خودش رو بده، من دیدم که حتی مثلا همکاران مرد من میگن خانم شما انتظار نداشته باشید که مثلا یک خانم در وزارت صنایع منتصب بشه، باید برید دوباره وزارت خونه هایی مثل وزارت آموزش پرورش. یعنی حتی میبینیم که در واقع منتخبین هم بحث در واقع بخشی رو مطرح میکنن که کجا زن میتونه بره کجا زن نمیتونه بره. علاوه بر بخش دولتی که شاهد این روش بودیم، در حوزه غیر دولتی هم قابل این روش زنان در حوزه غیر دولتی هم قابل توجه بود. با حضور پررنگ زنان در دانشگاه ها مشاهده کردیم که جنبش دانشجویی که من خودم هم بخشی از اون جنبش هستم که همواره چهره مردانه داشت و به طور طبیعی بیگانه نسبت به مطالبات زنان بود، متأثر از فضاها و مطالبات زنان میشه و در واقع در اون حوزه ها هم ببینیم که جنبش دانشجویی شروع به کار کردن میکنه. اگر باز به دوره‌ای که من در مجلس بودم بپردازیم، می‌بینیم که برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور کاندیدای معرفی شده برای احراز پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع همون وزارت پست و تلگراف سابقه، امکان کسب رأی از مجلس رو پیدا نمی‌کنه به دلیل مخالفت من در خصوص مسئله زنان در اون دستگاه. همونطور که گفتم بسیاری از وزرا و جمله وزیر خارجه علوم آموزش عالی صنایع به مجلس احضار میشن تا پاسخگوی مطالبات زنان باشن. برای اولین بار فراکسیون زنان مجلس کاندیداهای پست وزارت رو برای حضور در کابینه دوم آقای خاتمی به مجلس فرا میخونه تا اونها متعهد به پیگیری مطالبات و حقوق زنان در وزارت خونه های مجلس بشن. خب اگر نگیم زنان مجلس ششم فعالتر از مردان بودن، کمتر از اونها عمل نکردن، به طور قطع و یقین در بعضی از حوزه ها پیشروتر هم بودن. برای اولین بار آقای خامنه‌ای رهبر ایران توسط یک زن مورد مطالبه برای پاسخگویی در خصوص عملکردش در حوزه قضایی و حقوق بشر میشه. به نظر من همین مسئله است که باعث میشه به تدریج نمایندگان دیگه هم احساس کنن که میتونن بالاترین مقام کشور رو مورد پرسش قرار بدن. یا معمولا نمایندگان سر به سر وزیر اطلاعات نمیگذاشتن، اما وزیر اطلاعات هم توسط ما زنان مورد پرسش در خصوص مسئله حقوق بشر قرار گرفت.
در واقع من این موارد رو گفتم تا بیان بکنم که افزایش سطح آموزش زنان و کاهش نرخ باربریشون باعث شد که زنان در جامعه ایران در یکی دو دهه اخیر فعالتر باشن. شما با بعضی از کمپین هایی که جنبش زنان در سالهای اخیر ایجاد کردن آشنایید، از جمله کمپین ورود به ورزشگاه ها که باز تلاش این زنان فعال در فیلم آف سایت به خوبی نمایش داده شده، کمپین تغییر لایحه خانواده که یکی از موفق ترین کمپین هایی بود علارغم اینکه مجلس هفتم و هشتم مجلس محافظه‌کاری بود، حتی یک زن در واقع پیشرو هم در این مجالس نبود و حتی زنان نماینده در مجلس هفتم هشتم هم از چند همسری دفاع کردن، تلاش مشترک زنان سکولار و زنان مذهبی فشار آوردن به مراجع تحلیل، ملاقات با نمایندگان، رسانه‌ای کردن بحث، استفاده از استراتژی ها و تاکتیک های مختلف باعث شد که حتی مجلس هم اون لایحه را پس بگیره و عمر بررسی لایحه خیلی بیشتر از 4 سال میشه. همچنین کمپین ضد سنگسار، کمپین دیگه بوده که توسط جنبش زنان شکل گرفت و یکی از پرآوازه ترین کمپین ها که همه میدونن و به ویژه در آمریکا بیشتر مورد توجه قرار گرفت، کمپین 1,000,000 امضاست. از این کمپین ها که بگذریم و بیشتر ماهیت اجتماعی داشته، ما میبینیم که در جنبش سبز حضور زنان حضور پررنگی بود و این افزایش خودآگاهی زنان و طرح گسترده مطالبات به اشکال گوناگون به نظر من باعث شد که مسئولین فعلی حکومتی در ایران به این فکر بیفتن که اگر زنان عامل تغییر در این جامعه هستن، باید به نحوی این زنان رو محدود کرد و از این عملیات انداخت. و به همین دلیل ما می‌بینیم که در سال‌های اخیر سرعت تحولات که سرعت تغییر سیاست‌های ضد زن بیشتر شده. به عنوان نمونه یکی از مهمترین این سیاست‌ها رو اگر ذکر بکنیم، باز در خصوص سیاست تنظیم خانواده می‌بینیم که تو سال‌های اخیر گرچه آقای احمدی نژاد مرتب تلاشش این بوده که نه باید جمعیت افزایش پیدا بکنه، باید جمعیت افزایش پیدا بکنه، ولی می‌بینیم در سال 2012 آقای خامنه‌ای هم میاد پشت سیاست کنترل جمعیت. گرچه ممکنه که این که مسئولین در کشور امروز میخوان سیاست کنترلی جمعیت رو به سیاست افزایش جمعیت تبدیل بکنن دلایل متعددی داشته باشه، از جمله اینکه میانگین سنی جمعیت در سال 1355 19 سال بوده، در سرشماری 1390 به 30 سال رسیده و بعضی از کارشناسان بحث پیری جمعیت رو مطرح میکنن، اما به نظر من مسئله تاثیرگذاری زنان در تحولات اجتماعی سیاسی امروز جامعه ایران یکی از مهمترین دغدغه‌ای که مسئولین در کشور به ویژه نیروهای امنیتی دارند و به طور مشخص این مسئله رو تهدید زنان رو تهدید امنیتی می‌بینند و مسئله زنان که شاید از نظر خود زنان مسئله اجتماعی است، در واقع مسئولین در کشور امروز این رو یک مسئله سیاسی و امنیتی می‌بینند و در واقع میشه گفتش که مسئولین فعلی
احساس میکنن که تضاد بین وضع موجود به خونی ادامه حکومت به شکل موجود و برآورده کردن مطالبات زنان میبینن. برای همین به نظر میرسه که مسئولین تلاش میکنن به تقویت نقش‌های سنتی زنان رو بپردازن. تغییر سیاست تنظیم خانواده هم از نظر من میشه در این راستا تفسیر کرد و تأثیر هم خواهد گذاشت، برای اینکه منجر به بازگرداندن زنان به خانه برای تولید و تربیت نسل میشه. و از طرف دیگه می‌بینیم که محدودیت‌های آموزشی زنان در حوزه آموزش عالی هم به شدت افزایش پیدا کرده که این روند از چند سال پیش شروع شد با طرح کوتا برای مردان. معمولاً کوتا، قانون کوتا در قوانین اساسی به ویژه برای تقسیم قدرت، افزایش حضور زنان در نهادهای تصمیم گیری در دولت می‌زنند. اما در واقع در ایران هدف این بود که تعداد زنان در دانشگاه ها حداقل از 50% بیشتر نشه و همچنین در یک حوزه های هم زنان رو محدود به این که دست به انتخاب در محل زندگی خودشون بزنن. مثلا اگر یک زن ببخشید تحصیل کرده در بابل هست، در بعضی سیاست های جزئی وزارت علوم هدف این بوده که اون زنان در همونجا درس بخونن و به تهران یا شهرهای بزرگتر نیاد، چون حضور این گردش مهاجرت در اون کشوری از یک شهر به شهر دیگه به میشه شهرهای بزرگتر و حضور دانشگاه ها در شهرهاست که زمینه تحولات اجتماعی رو هم فراهم میکنه. و در واقع این محدودیت های آموزشی علاوه بر محدودیت های حقوقی است که کماکان این محدودیت های حقوقی بوده و هست، و بعضی از اینها هم شاید واقعا بیشتر نقش بیشتر از نقش سمبولیک بازی میکنه. عنوان نمونه در خصوص لایحه گذرنامه‌ای که در حال حاضر در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس بحث شده و می‌بینیم که در واقع در صدد این هستن که حضور زنان، سفر زنان به خارج کشور رو از طریق این لایحه محدود بکنن و اون رو ملزم به کسب ولی بکنن که باز این تقویت سیاست‌های کنترلی در جامعه ایران هست که به نظر میرسه که نگاه امنیتی کردن به مسئله زنان، به مسئله مطالبات زنان نگاهی است که دولت امروز هدف گرفته و قصد این تغییر رو داره. خب چه باید کرد؟ زنان پیشرو هستند، گرچه در مقابل این فشارها زنان مقاومت خواهند کرد، اما در واقع نکته مهم این هست که این محدودیت ها زمینه محدود کردن رشد نسل جدید رو فراهم میکنه. و من فکر میکنم که کسانی که در خارج از کشور هستن و خوشبختانه این نشست توسط انجمن اساتید ایرانی در برگزار میشه، به نظرم میرسه که این موضوع میتوانه یکی از موضوعات مورد بررسی قرار بگیره که چه باید کرد و چه ما میتونیم بکنیم. من دلم میخواد یه آمار دیگه رو ذکر بکنم که امروز بالای بیش از 11 میلیون کاربر اینترنت در داخل کشور وجود داره و نفوذ اینترنت بین دامنه سنی 15 تا 24 سال 29% است.
این نشون میده که در واقع تکنولوژی و اینترنت گرچه کار برای 11 میلیونی داره ولی میتوانه مؤثر باشه و کمک به آگاهی رسانی بکنه. من میدونم که نقش زنان دانشگاهی که در خارج از کشور در طول سه دهه گذشته مرتب در خصوص مسئله زنان نوشتن، کار کردن، در جاهای مختلف سخنرانی کردن، سعی کردن مطالبات زنان رو مطرح بکنن تأثیر به سزایی داشته، هم در تربیت نسل جدید فمینیست در ایران تأثیر داشته و همین که کمک کرده یک گفتمان جدید تولید بشه. من فکر میکنم که هرچی این تحقیقات بیشتر پیدا بکنه نتورک ها و شبکه های جدی تری بین در واقع ایرانیانی که در خارج کشور هستند به ویژه در حوزه آکادمیا هستند با ایرانیان داخل کشور به ویژه زنان این میتونه شکل بهتری رو پیدا بکنه. گرچه بعضی از کمپین ها حتی مثل کمپین 1 میلیون امضا هم تحت تاثیر همین رفت و برگشت بین دانشگاهیانی که در حوزه زنان کار میکنن مثل خانم دکتر نایره توحیدی و فعالان زن در داخل کشور این رفت و برگشت فکری، تبادلات فکری وجود داشته. منتها در واقع سوال اساسی که من دلم خواهد با این سوال سخنم رو خاتمه بدم این هستش که به طور عملی ما چه میتوانیم بکنیم، به طور عملی انجمن اساتید چه میتونه بکنه تا دولت ایران که امروز سعی میکنه محدودیت ها علیه زنان رو بیشتر و بیشتر بکنه، فضاها رو تنگتر و تنگتر بکنه به مسئله زنان که ماهیتا مسئله اجتماعی است، این مسئله رو تبدیل به مسئله امنیتی کرده، در واقع ما چطور میتونیم کمک بکنیم که بخشی از این محدودیت ها عملی نشه و در واقع چطور میتونیم خودآگاهی زنان در داخل ایران رو افزایش بدیم؟ چرا که میدونید هر تحول اجتماعی، هر تحول سیاسی، هر جنبش اجتماعی نیازمند حضور گسترده مردم هست. با یک جمعه بسیار کوچیک نمیشه تحول اجتماعی در داخل کشور رو بود و برای اینکه تحولی گسترده در سراسر کشور نه فقط در تهران شکل بگیره خب باید این شرایط ایجاد بشه. خب من فکر میکنم همینجا صحبتم رو خاتمه میدم و منتظر شنیدن سخنان دوستان دیگه در پنل و پرسش و پاسخ میشه. بسیار خوب، من سوال هایی که از من شده رو من در اینجا پاسخ میدم. ابتدا باید از یک نکته رو عرض میکنم که عنوان سخنرانی من زن عامل تغییر در ایران بود و بنابراین طبیعیه که به جنبه های مثبت این تغییر بپردازم و اگر عنوان سخنرانی من زن و آسیب پذیرها در جامعه ایران بود طبیعتا نوع صحبت طوری دیگه شد. من ابتدا از سوالاتی شروع میکنم که مربوط به سخنرانی بوده و بعد سوال که در خصوص مسئله هسته‌ای سوال شده میپردازم. اولین سوالی که شده این هست که من از آموزش رایگان صحبت کردم، در مورد کجا صحبت میکنم، آیا مدارس ایران؟ بله، در ایران امکان دسترسی به آموزش رایگان بسیار زیاد هست، اما این به معنا نیستش که مدارس غیر انتفاعی که اصطلاحاً غیر انتفاعی گفته میشه وجود نداره و خانواده ها میتونن فرزندانشون رو یا به مدرسه
غیر انتفاعی بفرستن، اگر میخوان پول بدن. همینطور در خصوص دانشگاه ها هم دانشگاه های دولتی هست که دانشگاه رایگان هست، هم دانشگاه آزاد پیام نور و غیره هست که افراد باید شهریه بپردازن. اتفاقا کیفیت دانشگاه های دولتی ما بسیار بهتر از دانشگاه های پولی ما هست، این برخلاف الگویی که ما در آمریکا مشاهده میکنیم. پرسیده شده 93% آمار بافسوادی از کجا اومده؟ طبق آخرین نظرسنجی سال 1390 آمار منتشر شده نشون میده که آمار سواد آموزی امروز در ایران 93% هست و تمام آماری که من امروز در صحبتم استفاده کردم مبتنی بر این مسئله هست. سوال دیگه ای شده که چگونه یه خانم نماینده اول میشه بعد روزگار دیگه در سلول هست؟ این هم در واقع من نمیدونم منظور این سوال یا کامنت، در صورت این هم از ویژگی هایی که ما در جامعه امروز پس از انقلاب مشاهده میکنیم. سوال دیگه شروع دیگه های انجمن اسلامی و جزء جنبش دانشجویی میپندارید؟ بله، دفتر تحکیم وحدت نقش بسیار زیادی رو داشته در چند دهه اخیر درون کشور و دفتر تحکیم وحدت. اگر کار بازار کار زیاد است، چرا آمار بیکاری بالاست؟ که من فکر نمی کنم در سخنرانی گفتم کار بازار زیاد شده است. اصلا به ابعاد اقتصادی بحث نپرداختم و هم در حال حاضر آمارهای رسمی ارائه شده در مورد بیکاری 3 میلیون نفر هست که طبیعتاً زنان بیشتر محدودیت های بیشتری برای دستیابی به فرصت های شغلی دارن. من آماری ندارم، حدس میزنم که میزان آمار بیکاری زنان باید بالاتر باشه. روشن فکر دینی آیا تناقض ندارن؟ نه خیر، از نظر من تناقضی در این زمینه وجود نداره، به دلیل اینکه بسیاری از افراد در واقع اعتقاد به مبانی دینی دارن ولی در صدد هستن که تفسیرهایی که متناسب با حقوق بشر هست ارائه میکنن. برای تفسیرهای جدیدی که ارائه میکنن شما ممکنه مخالف باشید، ابی ندارید، ولی به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود داره و افرادی که به عنوان روشنفکر دینی هم مطرح هستن اسامیشون هست، مثل عبدالکریم سروش که شما بیشتر با این نوع ممکنه روش آشنا باشید. آخرین سوالی که از من شده در مورد پنل ویدرو ویلسون سنتر که 2 هفته پیش در واشنگتن دی سی بوده، مربوط به نامه‌ای بوده که 7 تن از نمایندگان سابق مجلس به رهبران 3 کشور ایران، آمریکا و ایتالیه اروپا نوشتند و در واقع پیشنهاد شده در این نامه که هم گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه و همین که در واقع مسائل هسته‌ای حل بشه. برای این چارچوبی رو ما مطرح کردیم، اون چارچوب این هستش که حق غنی‌سازی در خاک ایران به رسمیت شناخته بشه. البته ما گفتیم حق زیر 5% برای اینکه این مسئله سرش دعوا هست و دوم تحریم ها یه احتی برداشته بشه در کنار این دو، ایران هم ملزم بشه که غنی‌سازی 20% به بالا رو متوقف بکنه، امکان دسترسی بیشتری فراهم بکنه برای بازدید از برنامه های هسته‌ای و اثبات بکنه که در واقع برنامه هسته‌ایش استفاده های
نظامی در آینده نخواهد داشت و همچنین سوخت غنی شده بالای 20% تحت نظر آژانس مورد استفاده قرار بگیره.